نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه چهارم شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم ریا و سمعه در عبادات فرمودند: ریا و سمعه در عبادات هم حرام است و هم موجب بطلان اعمال عبادی انسان می شود. معظم الله در رابطه با تعریف ریا و سمعه فرمودند: ریا عملی است که انسان با انگیزه نشان دادن عبادات خود به دیگران آن را انجام می دهد، اما سمعه عملی است که انسان عبادت خود را با این انگیزه انجام می دهد که افرادی آن را ببینند و سپس برای دیگران نقل کنند تا به گوش همه برسد. ایشان با اشاره به اینکه ریا همچنین به معنای ارائه نمودن عمل نیز می باشد فرمودند: در برخی موارد ارائه و نشان دادن عمل مطلوب است که یک نمونه از آن مسئله تعزیت برای میت است، یعنی کسی که در تشییع جنازه میت و مراسم ختم او شرکت می کند مستحب است که خود را به صاحبان عزا نشان دهد، یعنی ارائه کند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم ارائه و نشان دادن شعائر الهی فرمودند: انجام شعائر الهی هم قطعاً کمتر از ارائه و نشان دادن به میت نیست، چون نشان دادن سبب تقویت این گونه امور و بیشتر شدن شعائر می شود. لذا از این جهت ریا و سمعه در شعائر نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مطلوب است و ثواب عمل انسان را افزایش خواهد داد. معظم الله با اشاره به روایات مشهور که هر کس در مصیبت امام حسین بگرید یا دیگران را بگریاند و یا اگر گریه اش نیامد خود را به حالت گریه بزند، بهشت بر او واجب می گردد فرمودند: گاه گریه یک فرد باعث ایجاد شور و حال در مجلس عزای امام حسین علیه السلام و سبب گریه دیگران می شود و عده‌ای از مردم نه فقط از شنیدن روزه و مصیبت، بلکه از دیدن عزاداری برخی افراد به گریه می افتند. لذا در اینجا این کار مطلوب است، یعنی ارائه و ریا در چنین مواردی نه تنها حرام نیست بلکه خوب است و اشکالی ندارد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. آها، چی بشه؟ حرمت؟ قربت. چرا؟ خب وقتی که دلیل داره، وقتی که دلیل میگه، وقتی که شما گریتون نمیاد یه جوری بکنید که آدم ها که نگاه میکنن خیال بکنن شما دارید گریه میکنید، گفتن ثواب داره، روایت داره دیگه. باب لا اقتضائیات هم هست، تسامح هم درش هست. باشه نه دیگه، تعبد وقتی دلیل داره، حالا تعبد هم هست، بله، یعنی دلیل نداشتیم نمیگفتیم. گذشته از این که تباکی و بعضی فرمودن به معنای اینه که کاری کنه که گریش بیاد، مثل تحلم حتی تکون حلیما، یعنی انسان بخواد اخلاق و فضیلت را، اخلاق حسنه و فضیلت تحصیل کنه، باید تصنع بکنه تا یواش یواش یاد بگیره. اینم یه معنای تباکی. البته هر دوش درسته، هم اون هم این، چون هر دوش میگن تباکی، یکی به معنای تظاهر بکا، گریش نداره میاد، اما یه جوری میکنه دست رو پیشانش میذاره، تکون میده، خودش رو سرش رو تکون میده که هر کی نگاه کنه خیال میکنه این داره گریه میکنه، خوش ثواب داره. اون معنی دویومشه، بله، استعبره، بله. چرا به اطلاقش نگیم نشه تمسک کنیم؟ چرا اطلاقش میگیره؟